بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که توفیق دارم خدمتشون باشم انشاءالله که این ماه بهترین ماه و مبارکترین ماه برای هممون باشه و بتونیم از فرصتهایی که خدای تعالی به همون میده خوب بهره‌مندی کنیم. ماه قرآن و زنده شدن قرآن، احیای قرآن در بین ما هست. خب برخی در دوران سال کمتر به تلاوت قرآن میپردازند یا فرصت میکنند، ولی در این ماه بیشتر دل میریم به قرآن و البته بدونی که آیه آیه این قرآن تلاوتش برای رشد و کمال ماها فوق‌العاده مؤثره و ماها رو میرسونه به اونجایی که باید. بهترین کتاب برنامه که از جانب خدای تعالی نازل شده و وحی الهی است که دست بعضی ها از این کتاب کوتاهه. ما مسلمان ها الحمدلله افتخار داریم که در خدمت این کتاب باشیم که این کتابی است که تبیان لکل شیء، همه چی توش بیان شده و از جانبی هم خدای تعالی ضمانت کرده که حفظش کنه و هیچ کم زیادی درش وارد نشه. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه از جلو از هیچ طرفی باطل وارد این کتاب عزیز نشده. و انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما نازل کردیم این کتاب رو و خودمون هم حفظش میکنیم و عملا هم حفظ شده. مثلا تورات و انجیل و اینا با اینکه کتاب‌های ارزشمندی هم از جانب خدای تعالی نازل شدن، ولی دست تحریف اینها رو بالاخره خراب کرده و نمیشه که چیزی که در این کتاب میبینیم مستندش کنیم به خدای تعالی، به خاطر اینکه کم زیاد کردن و خیلی کار بدی است. و البته قرآن به لطف الهی مبتلا نشده به تحریف و این حسن این کتاب ارزند است. بنابراین هم تلاوتش، خوندنش هرچی بیشتر میتونید و بعد به دنبالش فهمیدن آیه آیه قرآن دقت کنید، به ویژه کسانی که عربی نمیدونن و یا زبان عربی رو آشنا نیستن، اقلا ترجمهش رو حتما ببینید و تدبر بکنید در آیات قرآن، تفکر بکنید، فکر بکنید که چی داره میگه، چون مخاطبش خود من و شماییم و ماها داره حرف میزنه. بنابراین باید دقت کرد و دل داد که چی میگه و انشاءالله گوش بده. یه نکته رو خواستم بگم، توجه باید داشته باشیم که این قرآن رو میفرمه قول، خدای تعالی به پیامبر بگو انی انا نظیر المبین، من نظیر آشکاری، من اختار میدم اگر خطراتی رو ببینم. و وقتی یکی از خطرات اینه که برخی هستن اینا از مقتسمینن، یعنی اینکه قرآن رو قسمت قسمت میکنن، برخیش رو قبول میکنن برخیش رو قبول نمیکنن. من دیدم مثلا در غرب برخی هستن که اینها مثلا آیات جهاد رو قبول نمیکنن، آیات امر به معروف و نهی از منکر رو مثلا میگن نه این نمیشه، قرآن چنین افرادی رو نمیپذیره. حتی میگه اصلا غلطه از دیدگاه ما. الذين جعلوا القرآن عضین، کسانی که قرآن رو پاره پاره میکنن، اینا رو ما قبول نداریم. و حتی در برخی از آیات اینها رو به عنوان افراد کافر ازشون یاد میکنن که برخیشو میپذیرن، یؤمنو به بعض و یکفرو به بعض، بعضیشو میپذیرن و بعضیشو نمیپذیرن. نه، یک کتاب کامله و مثل بلا تشبیه یه نسخه‌ای که پزشکی برای شما می نویسه باید همشو عمل کنید. این طور نیست که بگید که من شربت رو می خورم آمپول رو نمی زنم مثلا، نه، باید اون رو بزنه به جا، اونم استفاده کنه به جا، اونم حواسش باشه، پرهیزایی هم که می ده دقت درش بکنه که بتونه این جواب بده و بیمار ما رو انشاءالله شفا بده. و این کتاب شفاء لما فی الصدور، همه دردهای سینه و دردهای روانی روحی ماها رو به طور جد درمان میکنه. بنابراین تو جامعه برای احیای کلام الله مجید و قرآن باید تلاش کرد که انشاءالله جامعه سالم و پرتوان و نزدیک به خدای تعالی بشیم انشاءالله و در انسانیت کامل بشیم. موفق باشید. از اینکه توفیق پیدا کردم با تون صحبت کنم خدا رو شکر میگم. سلامتی همتون از درگاه الهی خواهانم.
و السلام علیکم و رحمت الله.